دانایی، بینایی و آزادی. این برنامه است که هدف اصلیش آن است که تعلیم و تربیت رو رایج کنه، انسانیت رو برسی شهود در بیاره. و امروز و امشب من مفتخر هستم که این فرصت رو دارم که در خدمت شما باشم. موضوعی که امشب میخواهیم مورد بحث و مطالعه قرار بدیم شاید یکی از مهمترین و اصولی ترین مباحثی است که انسان رو میتونه به خودش جلب کنه و اون مفهوم خودشناسی است، اهمیت خودشناسی، معنی حقیقی خودشناسی و راه‌های خودشناسی است و اینکه چه ضررهایی این عدم خودشناسی ایجاد کرده و چگونه باید باهاش روبرو شد. من برای اینکه این بحث رو بتوانم به یه نتیجه خوبی برسونم از این جهت یک مقدمه میدم و بعد یک نقشی از این بحث رو برای شما از جنبه علمی که علم روانشناسی و همچنین علم فیزیک و از همه مهمتر نقش دین در خودشناسی به صورت مثبت یا منفی، علم و دین چه تأثیری داشتن رو مورد بحث و مطالعه قرار میدیم. من میخواهم به آنجا برسم که علت بحرانهای عالم، هر نوع بحرانی رو که شما در نظر بگیرید، چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه فرهنگی، جمیعاً برمیگرده به بحران فردی و عدم خودشناسی. یعنی من اون رو محور اصلی تمام مشکلات میبینم و حتی دلیل اصلی انقلاب هایی که در عالم شده و از همه مهمتر دلیل اصلی رهبرانی که آمدن و باعث بحران های عظیمتری از آنچه که قبل بوده رو ایجاد کرده. ترس، چرا انسان ها می ترسن؟ دوست عزیزم فرید خانم کیومهر تمام تلاش خودشون رو میکنن که این اسلحه رو سعی بکنن که از صفحه قلوب و عقول محو بشه، ولی آیا واقعا میتونه بشه اگر خودشناسی نباشه، اگر ترس از بین نره؟ یعنی این ترس که قوای دفاعی گان رو در حقیقت ایجاد کرده. خودشناسی یعنی چی؟ تا اونجایی که بنده میدانم حداقل 2000 سال قبل ارسطو در کتاب مشهور متافیزیک خودش در صفحه اول کتاب برمیگرده، میگه هر انسانی میل داره به اینکه بدونه و اگر ندونه ناراحت میشه. یعنی در حقیقت به قول ارسطو انسان‌ها طبیعتاً میخوان که بدانن و بفهمن. سقراط که استاد این شخص بزرگوار بوده میگه که اگر یک فردی زنده است ولیکن خودش رو نشناخته بدونه که زندگی نکرده. شاید قبل از اینها در هند، در چین ما داشتیم نفوسی که اصلا کتاب‌ها نوشتن روی این اهمیت خودشناسی.
شاید اولین کتاب صداتون قطع شده آقای دکتر. جانم الان هست صدا؟ درست. اولین باری که من شاید در آثار هند و چین تعمق می کردم کتابی به اسم بگاوه گیتا اومد به نظرم که در اونجا از اول تا آخر کتاب در 18 فصل کتاب بحث خودشناسیه. این کتاب شاید به عبارتی 1500 سال قبل از عیسی مسیح، بعضی ها میبرنش به 2000 سال قبل از عیسی مسیح، ولی اون چیزی که مهمه آن است که این قضیه خودشناسی تمام ایام حیات انسان مورد نظر بوده. یعنی چی خودشناسی؟ کی داره چی رو میشناسه؟ من حقیقی کیه؟ من حقیقی چی هست؟ آیا واقعا وقتی شما میگین من چیه؟ بدن منه، فکر منه، روح منه؟ آیا حقیقت من چی هست که من میخوام بشناسمش؟ آیا اضطراب، نگرانی، افسردگی، ترس نتیجه این منی که من دنبالش میگردم و نیافتم نیست؟ آیا تمام هم من، سعی من، خشم من، روابط من این نیست که من بدانم که کیم، چیم، از کجا آمده ام، به کجا میخوام برم؟ خانم آقایون، به خاطر زیر وقت من میخوام فقط به شما اهمیت این مطلب رو جلب توجهتون رو بکنم. وقتی که ما به دنیای امروز نگاه میکنیم، منی که تعریف میشه معنیه که با احساساتی که تجربیات مادی ما توامه. من ما معمولا من ظاهری مونه، من ظاهری که نتیجه فرهنگی که درش بزرگ شدیم، وضعیت اقتصادی که داریم، وضعیت سیاسی که داریم. اگر من بخوام به زبون ساده و کلی بگم، دیدگاه انسان به خودش ماتریالیستیکلی بوده، یعنی مادیگرایی بوده، یا به نژادش میواله، یا به قومیتش میواله. یعنی اگر ازش میپرسی کی هستی، میگه دکترم، مهندسم، پولدارم، در فلان جا زندگی میکنم. تمام تعریفش از خودش همانا اون چیزایی که خارج از خودشه. یعنی آن که سعی کرده خودش رو بشناسه به آن چیزایی که خارج از خودشه و محدود به زمان و مکان و فناست. به همین دلیله که شاید اضطراب او رو فرا گرفته، نگرانی از این که هیچ چیزی پایدار نیست اون رو در حقیقت مضطرب کرده. میدانید خیلی ها دنبال این بودن که واقعا خودشناسی چیست. ادیان خودشناسی رو به خداشناسی هم نمودار کردن. کسی که خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. آیا این خدا مقصود چی هست؟ این بحث امشب ما نیست، ولی جالبه که حتی در آثار کسانی مثل کریشنا، مثل عیسی، وقتی بهتون میگه Kingdom of God is within thee، ملکوت خدا در درون شماست، بنابراین او هم میخواد که ما از درون
بخواهیم حقیقت رو پیدا بکنیم. چقدر خوب میگه محمد رسول الله که ما نزدیک تر از به شما هستیم، خدا میگه از رگ گردن به شما. شما اگه دقت بکنین تمام این فلاسفه، تمام این اربابان دین سعی کردن ما رو توجه بدن به خودشناسی. من میتونه من مجازی باشه، میتونه من حقیقی باشه. من مجازی باعث استراب میشه. من مجازی موقعیه که انسانها با اصولهای پایدار درونی زندگی نمی کنن. به همین دلیله که گروهی مثل کریشنا به من جهانی معتقد شدن، یعنی اینکه هر فردی در حقیقت یک عضوی از یک هیکل جهانیه و موقعی که این من جهانی رو در نظر بگیری و هر فردی سعی بکنه با صداقت اون کاری رو بکنه که هم خودش رو سالم ببینه و سلامتی خودش رو در سلامت جمیع اعضای جهان بمونه، اون رو بهش میگه من حقیقی. کریشنا اون موقع میگفت که در حقیقت من جهانی یعنی طبیعت کلی که در عالم هست، جماد، نبات، حیوان، انسان. جالبه که اون چیزی که کریشنا میگه کسی مثل یونگ، یک روانشناس زبردست، کسی مثل ادلر رو، کسی مثل ویکتور فرانکل رو، کسی مثل اریک فروم رو در حقیقت بیدار میکنه. من حالا اشاره ای به اونها خواهم کرد که انسان یک پدیده ای که مجموعه ضدینه. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف قسمت مادی محدود میخواد بر او حکومت کنه و یک قسمت میخواد او رو گرایش بده به جهانیتش، به عمومیتش. اون رو ما میگوییم انسانیتش. یعنی به عبارت دیگه هر چیزی که من رو جدا میکنه از انسان دیگر در من دوگانگی ایجاد میکنه، برتری و بهتری ایجاد میکنه، غرور ایجاد میکنه، این رو بهش میگن من مجازی. من برتر یا من حقیقی اون منیه که میشه از نتایجش به اون پی برد. نتایج من حقیقی بردباری، شفقت، عشق بلا شرط به هم نوعه و از همه مهمتر اعتماد به نفس، حرمت به نفس. خوب دقت بفرمایید که من حقیقی رو همه ما دنبالشیم، چه شرقی، چه غربی، چه مذهبی، چه سیاسی، همه دنبال اونیم. جنگ ها صورت میگیره، آدم ها کشته میشن چون اینا دنبال اون من حقیقی هن. خوب دقت بفرمایید این من حقیقی رو میشه بهش نائل شد. کسانی هستن که بتونن کمکمون کنن. من فقط برای این که شما در این 10-15 دقیقه که باقی مونده بدانید من به کجا میخوام برم، یونگ، شاید کارل یونگ، کتابی داره تحت عنوان Undiscovered Self، چگونه اون من که کشف نشده رو کشف بکنیم. او
همونطور که میدانید یکی از کسانیه که بی اندازه با آثار مذهبی، دینی، بلخص آثار عرفانی چینی، هندی، مسیحایی آشنایی زیاد داشت، یک روانشناس ماهری بود. او معتقد بود که علت اینکه انسانها نمیتونن کشف بکنن من حقیقی خودشون رو به خاطر ترس هایی که در وجودشون هست، و این ترس ها رو کسانی که در اجتماع ازشون به عنوان رهبر یاد میشه در اینها ایجاد کردن. یونگ و همچنین کس دیگه‌ای که من میخواهم شما حتما او رو مطالعه بکنید، مازلو. مازلو و یونگ معتقد هستند که موقعی که انسانها اراده آزاد خودشون را دست میدن، موقعی که انسانها فکر خودشون را دست میدن، اون موقع درونشون با بیرونشون در جنگ، و این جنگ رو تا نتونن موفق بشن که ببرن همیشه دوگانگی حاصل میشه. کس دیگه‌ای که خیلی خیلی کمک میکنه کارل راجرز هست. راجرز یک کتابی داره On Becoming a Person، چگونه یه انسان بشیم. در اونجا میگه که وظیفه پدر، مادر، وظیفه یک روانشناس این نیست که تعلیم بده، این نیست که دستور بده، این نیست که بگه چه چیزی خوبه چه چیزی بده، بلکه باید قبول بکنه که هر کسی اگر آزادانه بتونه بیاندیشه و بتونه در یک جوی باشه که فقط عشق بلا شرط میگیره، قضاوت نمیشه، اون موقع سعی میکنه مشکلات خودش رو پیدا بکنه. کسی که کارل راجرز میدانید کسیست که روانشناسی رو به جای جدیدی برد، انسانها رو قابل دونست که بتونن خودشون از اون من ظاهری که هستن به من حقیقی نزدیکشون بکنه. کارل راجرز میگفت انسانها ارزشهای باطنی رو میتونن ایجاد بکنن. وقتی ازش میپرسن چگونه، میگه فقط و فقط به این انسان، مخصوصا به روانشناسا میگه که شما یه محبتهی پر از مهر، عشق فراهم بکنید تا این بتونه آزادانه مشکلات خودش رو حل بکنه. کارل راجرز میگه وقتی به مشکلات این افراد من دقت کردم، دیدم که این مشکلات اگر با عشق بهشون گوش بدم اونا رو به مرحله بعدی میبره، که میرن و میبینن که یه مقدار اصول، عقاید، ایدئالوژی ها، فرضیات، فرهنگ ها، سیاست هاست که در حقیقت باعث میشه که این من مجازی به وجود بیاد، و وقتی که این فیلترها از بین بره من حقیقی جلوه میکنه. این شاید شاه میوه کارل راجرز. کارل راجرز معتقد بود که انسان در حال شدنه، انسان همیشه پویایی داره، ولی اون چیزی که او رو نگران میکرد که بعداً کسانی مثل مازلو و کسانی بالاخص یونگ بهش اشاره کرد این بود که
مذهب میتونه یه عامل خیلی خیلی قوی باشه در شکوفایی، ولی خود این مذهب میتونه یک عامل خطرناکی باشه برای اینکه انسانها انسانیت خودشون رو زیر پا بذارن و من مجازی که به برتری قومی، به برتری دینی منجر میشه واصل بشن. یونگ وقتی دقت میکنین میگه پرسن رو ولش کنید، ماسک رو وردارین. هر چقدر ماسک ها رو وردارین، پرسونا یعنی همون ماسک، پوشش ها یعنی اینکه توی اجتماع یک لباس داری ولی در تو خونه یه لباس دیگه داری، ولی در درون خودت هزار تا دوگانگی داری. یونگ، مازلو، راجرز، کریشنا، حتی عیسی، بهاءالله میگفتیم بدبخت‌ترین مرحله که یه انسان میتونه برسه ایندیویدوال رو خیلی یونگ بهش میرسید. یونگ رو دریابید، اگر حتی روانشناسی نمیدونید اشکالی نداره، اگر شما اهل سیاستین، اهل دینین، اهل علمین، کارل یونگ رو دریابید، مازلو رو دریابید، کارل راجرز رو دریابید. یونگ میگه کریتیکال تینکینگی که الان مود شده و همه فقط صحبتشون اینه که کریتیکال تینکینگ، تفکرات انتقادی. یونگ میگه تفکرات انتقادی موقعی حاصل میشه که انسان شجاعتشو داشته باشه که خودش رو بیامونه، یعنی آزمون کنه، آزمایش کنه، خودش رو در بوته ارزش ها قرار بده. میگه ایندیویدوال بشه. ایندیویدوال سروران عزیز، آی ان که میاد در قبل از دیویدوال یعنی نان دیوایدد. ایندیویدوال یعنی کسی که فکرش، روحش، عملش، احساسش با هم هماهنگی داره. این چیزیه که کارل راجرز میگفت که نجات میده انسانها رو که به کشف من حقیقیشون نزدیکتر بشن. یعنی اگر بتونن یه هماهنگی، یه تناسب ایجاد بکنن بین اون چیزی که فکر میکنن، اون چیزی که احساس میکنن و اون چیزی که عمل میکنن، اون موقع میتونن هم دین و هم علم رو ارزشیابی کنن. من میخوام در این 5-6 دقیقه، چون این بحث عمیقیه، من سمیناری که روی این داشتم 5 سال قبل در یکی از این دانشگاه ها 15 جلسه بود و من دارم حالا اینجا سعی میکنم که شما رو به اندازه کافی کانفیوزتون کنم که برین دنبالش و بخونید. ببینید راه حل چیه. من بایستی عرض بکنم علم خیلی خوبه، دینم خوبه، ولی کدوم دین، کدوم علم؟ معمولا الان موج شده متاسفانه یا خوشبختانه و همچنین بین همکاران فرهیخته من در علوم مختلفه که میگن صحبت از دین نکن، دین رو کار نداشته باش، در صورتی که به قول یونگ میگه هیچ تمدنی رو من پیدا نکردم که مذهب و دین درش نقشی نداشته باشه. میگه من نکردم و شما هم نمیتونین پیدا بکنید. میگه اون چیزی که به غلط فهمیده شده اینه که شما
اجازه دادین دین انستیتوشنالایزد بشه. یعنی چی؟ یعنی شما زمام امورات معنوی و روابط روحانی و انسانی خودتون رو دست یک آخوند یا یک کشیش یا یک گروهی دادین که میگن ما نماینده هایی هستیم که میخواییم به شما نشون بدیم انسانیت چیه. خوب دقت کنید، یونگ در حقیقت و مزلو، مزلو اصلا یک کتاب داره Religion, Value and Peak Experience. مزلو میگه من مخالف دین نیستم، میگه من به دین جهانی عشق معتقدم، Cosmic Religion. اینشتین در یک نامه‌ای که به نیویورک تایمز مینویسه در نوامبر 11 1930، اینشتین میگه من به کازمیک ریلیجن معتقدم و به ریلیجس فیلینگز معتقدم. ازش میپرسن ریلیجس فیلینگز چیه؟ این چیزیه که راجرز دنبالش بود، این چیزیه که تمام کسانی که در حیطه انسانی کار کردن در حقیقت با اینشتین موافقن. و سروران عزیزم، مخصوصا شمایی که میخواین از دین و اینها فاصله بگیرید، این نامه ها رو بخونید، خیلی دقیق بخونید، چون اینشتین آدم مذهبی نبود، ولی خودش میگه در نامه هایی که مینویسه، میگه که من دنبال اون دینی نیستم که به من امر به معروف و نهی از منکر بکنه. من به کازمیک فورس معتقدم، یک قوه جهانی معتقدم که قابل شناخت نیست. میگه من به کازمیک ریلیجن معتقدم، به یک دین جهانی که فقط عشق و مسئولیت و آزادی و خرد پروری رو تعلیم میده. راجرز میگه وقتی که این دوگانگی ها رو در خودتون دیدین، میگه بعد برین این میزان هایی که باعث شده ترس هاتون زیاد بشه، اینا را ارزشیابی کنید، سوال کنید، سوگیری هاتون رو ول کنید تا به من حقیقی واصل بشید. وقتی از اریک فرام، این شاید حرف آخر بنده است، اریک فرام سوال میکنن تو چی فکر میکنی؟ میگه تنها چیزی که من میدونم عامل بحرانه، عامل افسردگیه، عامل دوگانگیه، عامل جنگه، عدم عشقه. میگه عشق احساسی نیست که فقط به لفظ بیان بشه، عشق حتی به عملم نیست به تنهایی، چون اما اعمالی میتونه باشه که هدفش فقط سوء استفاده باشه. دوست عزیزم جناب تقوی موقعی که در مورد ماکیاولن عاطفی صحبت کردن، نشون دادن چگونه ما میتونیم از انسانهای دیگه سوء استفاده کنیم. ولی اون چیزی که اریک فرام میگه، میگه عشق هنره، باید یاد بگیری، ولی برای اینکه یاد بگیری چگونه عشق ورزی کنی، باید اول به خودت عشق بدی. عشق به خودت یک ثمراتی داره، از خودگذشتگی، از اینکه خودتو برتر ندونی، همیشه به دنبال حقیقت باشی ولی هیچ موقع فکر نکنی که حقیقت رو یافتی. از کسی بوت نسازی و سعی نکنی بوت بشی. میگه اینا از علائم عشق به خوده. میگه عشق برادری داریم، عشق مادری داریم، عشق به هم نو داریم، ولی میگه همش در یه چیز شریکه و اون اینه
که عشق رو انستیتوشنالایزدش نکنید. این خیلی مهمه، این چیزیه که مازلو میگه، این چیزیه که راجرز میگه، یونگ میگه، ادلر میگه. انستیتوشنالایزش نکنید یعنی چی؟ میگه دینتون مثلا ریچوال نی، سنت نی، اعمال ظاهری فقط نی، بلکه هر کدوم از اینها بایستی شما رو به من حقیقی جهانیتون نزدیک بکنه. من لیست دارم اینجا که فقط برای شما نوشتم و ختم کلام میکنم. از جمله چیزهایی که میتونه کمک کنه به کشف من حقیقی اینه که به جای این که ما مسائل رو این و آن ببینیم، سیاه و سفید ببینیم، به هولیزم معتقد باشیم، به کل معتقد باشیم، تمام جهان و وجود خودمون رو که یک جهانیه در درون ما، این جهان خودمون رو بتونیم هماهنگ کنیم. اگر هماهنگ بکنیم هیچ موقع فکری نمی کنیم که مخالف حسمون بشه و حسی نداریم که مخالف فکرمون بشه و فکری نخواهیم داشت که مخالف اعتقاد به عالم بینی باشه. خیلی خوب دقت کنید، این هولیزم که یکی از راه حل های کشف من حقیقیه باعث میشه از ایدئالوژی های مذهبی، سیاسی یا هر کدوم از این مسائلی که ما رو به خودش مشغول میکنه رها بشیم. یعنی ایدئالوژی که جدا میکنه، به قول یونگ ایدئالوژی که میخواد فردانیت تو رو ازت بگیره، تو رو بکنه مثل همه. کامونیسم به قول یونگ در Undiscovered Self میگه چون اگر همه مثل هم فکر بکنن، قدرت های سیاسی میتونن کنترل خودشون رو حفظ کنن، قدرت های مذهبی میتونن کنترل خودشون رو حفظ کنن. من در داخل پرانتز عرض میکنم، اون مذهبی که میخواهد در حقیقت انسانیت رو بگیره، مذهب حقیقی اگر عشق باشه، علم حقیقی اگر عشق درایت باشه، هیچ موقع این کار رو نمی کنه. ولی دقت کنید به حرف یونگ. یونگ میگه اگر همه تون رو مثل هم بکنن، مثل هم فکر کنید، مثل هم احساس کنید، اونجاست که فردانیت خودتون از بین میره. میگه هر کدوم ما عزیزیم، شریفیم. وقتی به شرافت خودمون و عزت خودمون توجه کنیم، اون موقع میبینیم که عزت ما همبستگی داره با عزت همگان. اینجاست که هولیزم در آثار یونگ یک کتاب مشهوری داره، سینکرسیتی، یعنی همه چی با همه چیز ارتباط داره. سینرژی، انرژی ها در هم تأثیر داره. خوب دقت کنید به این حرفا. یه چیز دیگه ای که میتونه ما رو به من حقیقی نزدیک بکنه، استرابمون رو کم بکنه، ما باید قبول بکنیم که جمیع عالم خلقت یک حقیقته و در عالم انسان جمیع من علی الارض یک هیکله. فقط اعتقاد نداشته باشیم به خاطر اینکه مذهبمون میگه، نه، خودمون فردن بهش معتقد باشیم، عامل باشیم. اگر اینطوری باشه آدرنس از بین میره، یعنی دیگری نیم، ما در مقابل اونا نیم. اون موقع نباید از خودت دفاع کنیم. اعتماد به نفس بیشتر میشه موقعی که یگانگی ببینی، فردانگی هم ببینی.
عشق مجازی تو کم بکنی، عشق حقیقی داشته باشی. عشق حقیقی موقعیه که تو به اصولی که روشنگره، اصولی که وحدت رو ایجاد میکنه ناظر بشی. شجاعت خیلی مهمه، شجاعت داشته باشی به قول کارل راجرز که از عقاید و اصولی که تو رو از خودت جدا میکنه جدا بشی. نگی خدا گفته، نگی پیغمبر گفته، چون پیغمبر خدا فقط به قول اینشتن یعنی کازمیک لاف. کازمیک لاف هیچ موقع این یادت نره. چیز دیگه ای که شاید لفظ عبارت آخر منه اینه که خانم آقایون، من پیشنهادم اینه، بلخص خطاب من به فرهیختگانیه که در این جمع حاضرن، سعی کنید این کتاب ها رو مطالعه کنید. رهبرا رو که در جامعه سیاسی عالم الان حکومت میکنن بشناسید. میدانید من نمیخواهم وارد مسائل سیاسی بشم، چون حرفه من نیست، من یک روانشناس تحلیلگرا هستم و هدفم تحلیله. خوب دقت بفرمایید، چطوری هیتلر ها ساخته شدن، چطوری موسولینی ها ساخته شدن، چطوری گاندی ها ساخته شدن. برین اینا رو بخونید، زندگیشون رو بخونید، برین ببینید که اون کسانی تونستن دنیا رو عوض کنن که یا به خودشناسی حقیقی واصل شدن یا سعی کردن نه تنها خودشون رو نشناختن، از دیگران هم سوء استفاده کنن. میدانید یکی از دوستان من که در این تالارن، جناب مهندس شیرازی، در یک محاوره‌ای که با هم داشتیم در اینکه آیا این انقلابی که واقع شد یک انقلابی بود که ریشه و اساسش بر اساس ایدئولوژی بود، بر اساس حماقت بود، بر اساس این بود که مردم قدر شناس نبودن، یا همش چگونه هیتلرها، خمینیها به عرصه ظهور میان. اینا مسائلیه که بنده به عنوان یک روانشناس تحلیلگر در این میبینم که انسانها، فردها مسئولن. فردها ترسشون باعث میشه که دنبال این افراد برن، ترس باعث میشه که انسانها ماتریالیستیک لی فکر بکنن، انسانها ترسشون باعث میشه که به خاطر اون دنیا بخوان زندگی کنن. ولی انسانهای حقیقی، انسانهای واقعی به خاطر عشق زندگی میکنن. دنیای بعد را اگر هم وجود داره یا وجود نداره به عنوان ادامه حیات میبینن، ولی این در این لحظه زندگی میکنن. این لحظه، لحظه یه که آرامش درونی خودشون رو دارن. جوهر کلام من اینه، روز به روز بایستی به من واقعی نزدیک شد. هر روز باید خودمون رو حساب پس بدیم به خودمون، اعمالمون رو بنویسیم، جرنال تهیه کنیم. Bring thyself to account each day، چیزی بود که کریشنا شروع کرد، بهاءالله خاتمه داد در علم مذهب. یعنی آن که خودت به خودت برس، افکارتو بررسی کن. اگر تو به خود رحم نکنی، مطمئن باش به دیگری رحم نمی کنی. و مطمئن باش اسلحه هات قوی تر میشه. من میدونم خانم کیومر میخواد اسلحه ها رو ورداره، ولی اگر خودشناسی حقیقی وجود نداشته باشه، تانک ها رو افراد استفاده میکنن که بتونن حفظ
تندرستی بکنن، حالان که تندرستی وجود نداره مگر به خودشناسی و عشق به طبیعت و عشق به هم نوع. عذر میخوام از تقویل کلام جناب نظر. کمک بکنیم به مناطق از نظر عشق به انسانیت، یعنی هدف عمومی باشه، بهترین درس برای همه انسان ها. یک گروه بشن از اساتید و کمک کنن به کسانی که محتاجن. بله، این بهترین درس میشه برای ادامه. این خیلی نکته مهمیه، ولی من بایستی چون بحث خودشناسی عرض بکنم، بدون خودشناسی حقیقی نیت ها رو نمیشه شناخت. خودشناسی وابستگی کامل داره به عرفان، یعنی شناخت، فرهیختگی، نیت ها، ارزش ها، هدف ها، غایت ها. چون ببینید، من میتونم، شما میتونید، گروه میتونه بخواد یه کاری برای یه گروهی بکنه، ولی نیت چیه؟ آیا من سفر زیاد کردم، بلخص در افریقا، چقدر میشنری ها میان و مردم رو کمک میکنن، ولی واقعا کمک میکنن؟ یا به اسم این که ما کمک میکنیم، اگر شما به عیسی مسیح، یا من فقط اونها رو نمیگم، به موسی، به این، به اون، به کمونیست پارتی، به کپیتالیست پارتی. ببینین، عشق به خود یعنی این که من نمیخوام خودم رو گول بزنم. عشق به دیگری یعنی من هیچ موقع دیگری رو هم گول نمیزنم. من کمک میکنم به دیگری، نه به خاطر این که ایدئالژیم میگه. ایدئالژی من همون درون منه. ایدئالژی من اینه که اینا انسانن، اینا جزئی از وجود منن، و اگر یک عضو من ناراحت، وظیفه تمام اعضاست که کمکش کنن. دقت میکنین روحانی خانم، من کشورهایی رو دیدم، سیاستهایی رو دیدم که به اسم کمک همه کارها کردن. اگر شما به اسم ایدئالژی به من کمک بکنی، آیا واقعا شما خودت رو هم شناختی؟ اگر ایدئالژیت به شما میگه شاید خوبه، به قول یونگ، به قول خیلی از فلاسفه، بعضی ها احتیاج دارن که بهشون بگیم، ولی هدف ما ایدئالژی نیست. هدف ما این است که مردم را آزاد بذاریم. بنابراین بله، فرهیختگان مسئولن، بلکه همه ما مسئولیم. همه ما مسئولیم که عشق بلا شرط بدیم، ولی این خیلی کار سختیه روحانی خانم، چون تا انسانها خودشون به خودشون عشق ندن، چطوره میتونن به دیگران عشق بدن؟ این است که بنده به این بیان مسیح خیلی معتقدم. ملکوت خدا در درون شماست. من به این بیان کریشنا خیلی معتقدم. ببینین، مذهبم همین حرفایی رو میزنه که روانشناسا میزنن. کریشنا میگه تو یه جنگی داری. میگه چیه اون جنگ؟ جهاد. میگه جهاد جنگیدن با دیگران نیست. ببینید چقدر کوتاه فکران جهاد رو به معنی جنگ با دیگری دونستن. کریشنا میگه جهاد با اون درون توه که بهت میگه تو برتری، تو باید ببری، تو باید کوچیک کنی. جهاد با نفس اماره است. پس دقت کنید، وقتی شما وجدان قوی داشته باشی روحانی خانم، اون موقع شب نمیتونی بخوابی. حالش هم نمیخوابم. حالا خوبه. نمیخوام بگم مدنظر روحی عرفانی بالا هستم،
ولی واقعا دلم میسوزه به حال. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه. به یعنی هر صورت من مسئله بیزینسی نبود که، خب اونا ما کار نداریم، ولی کلا از لحاظ هر چی شما حساب کنی خودش عشق هم عرفانی هست، هم عشق انسانی هست، همه چی در وجود آدم پرورش پیدا میکنه. آفرین، درسته. من معتقدم، من فقط خواستم برای اینکه اینا دوستان فرهیخته ما احساس نکنن که ما اکشن ریاکشن داریم، ما میخوایم این رو جزء طبیعت انسان ها بکنیم. ببینین، حتما نباید سر ما بیاد که ما بتونیم دردمند دیگری بشیم. ما قبل از این که کسی درد بکشه باید ممانعت درد رو بکنیم و این بلوغیه که انسان ها باید بهش برسن. من باید به شما عرض بکنم که جهان داره به اون سمت میره، یعنی جهان داره به سمت یگانگی نوع انسان میره. این چیزیه که کسانی مثل تاماس پین در قرن 18 پیش بینی کردن، که میگه ما دنبال یک دینی میگردیم. تاماس پین قرن 17 میگه دین جهانی عشق رو دنبالشیم که انسانها رو بهشون انسانیت بده، و اون انسانیت اگر مطرح بشه تمام این مشکلات به تدریج رفع میشه. ممنون از سوالتون. سوال بعدی، پری خانم خادم، بفرمایید. خیلی ممنون جناب دکتر. میخواستم ببینم که امروزه عشق به خود شده اینکه بدنشون رو بیشتر و بهتر تربیت کنن از هر نظر، از نظر خوراک، از نظر نمیدونم بهداشت، از نظر اینکه خودشون رو درست کنن. این آیا عشق به خوده، یک مقداری عشق به خوده یا نه؟ ایزه فرمین، خیلی سوال خوبیه پری خانم. البته شمایلتون رو نشون ندادین، در پس پرده غیبتین، ولی عیبی نداره. ببینین، حالا یه کمی نشون میدم. خیلی خوب، خیلی هم خوب. ببینین چقدر هم خوب، عالی. بله. و چشم روشن و سیمای روشنی داریم. ببینین، حقیقت انسان هم جسم، هم فکر، هم روحه. اگر تمام هم شما جسمته، شما در حقیقت یک مادی پرستی بیش نیستی. تمام بدبختیات از اینه که فقط به یک جسمی که محکوم به فناست توجه کردی. دقت کنی چقدر پول خرج میشه دماغشون رو درست کنن، سینه‌شون رو درست کنن. اینا از من مجازی میاد، فکر میکنه که اینا عشق میاد، فکر میکنه اگر این خوشگل تر باشه محبوب تر میشه، اگر پولدار تر باشه احترامش بیشتره. اینا من مجازیه، ایناست که ضعف میاره، وابستگی بیمارگونه میاره. ولی اگر شما به بدن خودتون برسین به عنوان این که سالم باشین، همونطور که دوست عزیزم جناب نواب به خوبی توضیح دادن دفعه قبل، چه اشکالی داره؟ ولی پری خانم، یادمون نمیره که این جسم در حقیقت یک آینه ایه که فکر باید درش نفوذ کنه. مغز انسان اگه سالم باشه میتونه فکرهای خوبی رو متجلی کنه. هدف فکر چیه؟ که بتونی یک روح شادابی داشته باشی. پس جواب سوال شما اینه که به جسم پرداختن میتونه من مجازی رو تشویق کنه، ولی اگر سالم بودن جسم مورد بحثه، چرا که نه،
چون عقل روح برای اینکه تشعشعات خودش رو نشون بده، معانی خودش رو بروز بده، احتیاج به یک وسیله داره و بدن وسیله است. چون محکوم به فناس نبایستی زیاد بهش توجه کرد، ولی باید سالم نگهش داشت. جانم آخه امروز ما چطور به مردم این رو ثابت کنیم؟ تلویزیون باز میکنیم درباره بدن داره صحبت میکنه، بله. در باره که داره صحبت میکنه. خب ببینید، شما سوال خوبی رو مطرح کرد. تمام کارهایی که داره میشه در میدیا، تمام کارهایی که توسط اسباب قدرت میشه برای اینه که انسانها و بلخص افراد رو از توجه به من حقیقی باز دارن، واسه همینه که سعی میکنه تا میتونه به ماتریالیستیک ریالیتی توجه شما رو جلب کنه. و شما خودت میدونی که تلویزیون باز میکنی، شما سوشال میدیا میبینی، همش ماتریالیستیکیه. چرا؟ چی نتیجه میگیریم؟ نتیجهش اینه که خودشناسی، کشف من حقیقی، از من مجازی دور شدن کار تیوی نی، کار شماست، کار منه. یعنی منم که باید من حقیقی خودم رو پیدا کنم. چگونه؟ با تعلیم و تربیت، با رفتن پلوی کسانی مثل کال راجرز، کسانی مثل مازلو و روانشناسایی که این روش ها رو ادامه میدن، فرهیختگانی که میان و به شما طریقت فکری رو یاد میدن. نمیگن روح نی، این نیست، اون نیست، اینا کار اینا نی. ما الان اشکالمون اینه که حتی روحانیت رو هم داریم به صورت مادی و جسمانی میخواییم بفهمیم پری خانم، و اینجاست که دچار اختلال میشیم. اینجاست که بنده به عنوان یه روان درمانگر میبینم دیپریشن در بین پیروان مذاهب سرسام آوره، چون به یه فرهنگ دوگانگی عادت میکنن. از یک طرف میخوان نوبل باشن، شریف باشن، از طرف دیگه اسیر دامهای ماتریالیزم میشن، ماده پرست میشن و ماده گرا میشن. بنابراین چگونش خیلی کار سختیه. این همون هولیبوریه که کریشنا صحبتشو میکنه، جنگ. ولی جنگی که چگونه باید باش جنگ بکنی؟ با خردگرایی، با روشنگرایی. دروغ را با دروغ نجنگی، با صداقت بجنگی. زهر دهن شهر دهی، عشق بلا شرط داشته باشی. اگه دقت کنید این یه پروسس، یه ایونت نیست، یه حادثه نیست. بفرمایید بهجت خانم فریمن، خوش آمدین بهجت خانم. آن میوت بفرمایید لطفا. خیلی تشکر میکنم. من سوالم دو نوع، یعنی دو تا سوال دارم. فقط بخوام مطمئن بشم. شما فرمودین من مجازی، من واقعی، بعد فرمودین من جهانی. آیا من جهانی ربطی به من واقعی داره یا خیر؟ من جهانی من واقعیه به جهان. آها بسیار خوب، بس حدثم درست بود. بله. قسمت دوم سوالم در مورد فرمودید که پیغمبر و خدا کازمیک لاو دارن. آیا منظور شما وابسته به کائنات هستش این عشق؟ یک، مگر ما معتقد نیستیم که تمام مظاهر ظهور الهی از طرف خداوند از در جهان انتخاب میشن، ولی به یک چنین مقام بالایی میرسن که مافوق ماست، مافوق
افراد هستید. ببینید شما دارین بحثی رو پیش میکشین که من برای اینکه خود شما بتونین مطالعه بفرمایید، من عمیقا توصیه میکنم به کتابی که مزلو نوشته روی پیک اکسپریانس، یعنی یه تجربه والاتر توجه بفرمایید. یعنی آن که مفهوم خدا بهجت خانم به معنی قدیمی خودش ساقط شده، یعنی آن که خدایی که انسان نماست، خدایی که اون بالا نشسته یه بهشتی درست کرده و یه جهنمی و داره حسابای ما رو میخواد برسه، اینا به قول فروید، من اشاره به اون نکردم ولی الان جاش هست که بکنم، کتاب مشهوری داره، اگه خوب دقت کنید بهجت خانم، من در این تالار سعی میکنم سورس به شما بدم که خودتون مطالعه بکنید، چون من معتقد هستم افراد باید خودشون بخونن، خودشون درک کنن و این به خودشناسی و جهانشناسی کمک میکنه. فروید میگه فیوچر آف ان ایلوژن، آینده توهم. آیا توهم آینده ای داره؟ این یکی از کتابای معروف فروید در مورد دینه. فروید میگه دین، خوب دقت کنید، میگه وقتی که شما اعتقاداتتون به خدا، به پیامبر، به هر چیزی بر اساس ترس باشه، دیر یا زود این یک تصور واهی رو ایجاد میکنه. آیا این دلیل بر این هست که واقعا خدا نیست؟ به قول اینشتین شاید مفهومش رو باید عوض بکنید. آیا وقتی ما میگیم کازمیک فورس، یعنی همون غیب منی ای که لایدرک، درد نمیشه؟ اگه خوب دقت کنید بهجت خانم، آیا مفهوم پیامبر رو ما باید به همون مفاهیم قبلی که داشتیم نگاه بکنیم؟ یا به قول مزلو اینها کسانی بودن که به پیک اکسپریانس خودشون واصل شدن؟ این کتاب معروف Religion, Values and Peak Experience و من توصیه میکنم که بالاخص شمایی که در دین فعالیت دارین بخونید. اینها باعث میشه شما دین خودتون رو هم بهتر بفهمید. ببینید بهجت خانم، هدف دین حقیقی ایجاد انسان واقعیه. شما از کریشنا من شروع کردم، یک بیانی رو از بهاءالله تقدیم حضورتون میکنم. من هدفم ابدا تبلیغ نیست، بلکه باید حقایق رو اونطوری که خواندم عرضه دارم. خود بهاءالله میگه من اومدم جوهرکشی کنم. جوهرکشی از چی؟ میگه از هر فردی که در عالم هست من میخوام جواهراتش رو در سه ظهور بیارم. این چیزیه که مزلو میگه، این چیزیه که ادلر میگه، این چیزیه که کارل یونگ میگه. اگر جوهر یک فرد در سه ظهور نیاد، اون موقع است که روابطش هم ناسالمه، اونجاست که دیپندنسی بیمارگونه داره، اونجاست که استرابش، نگرانیش همه سرش به هواست که خدا کمکش کنه. حالان که بهاءالله، ببینین مثالی از خود کسی که شما بهش معتقد هستین و بهش خدمت میکنید رو میارم. میفرماین من تو رو غنی خلق کردم، من تو رو عزیز خلق کردم، چرا انقدر خودت رو ذلیل و ناتوان میکنید؟ فرج البصر الی، رجوع بده چشمان خودت رو به سوی خودت تا بیابی مرا در خودت قائم و قادر. یعنی این که هر چقدر ما فرهیخته تر بشیم، جهان فرهیخته تری ایجاد میکنیم. ما هدفمون یک دینه، دین انسانیت، و من فکر نمی کنم
هیچ دین حقیقی که اینشتین ها دنبالشن چیزی غیر از این رو میخواد. علم، علم حقیقی میخواد انسان واقعی به وجود بیاره، وسائط انسان شدن رو به ما بده. دین حقیقی باید جهانبینی بهتری به ما بده و این مقصود من بوده از عرایز. تشکر میکنم. به به حمید جان عزیزم خوش آمدید. آن میوت کنید. بله بله خیلی متشکرم، بسیار استفاده کردیم. من یک توضیح دارم در مورد اون خانمی که در مورد رسیدن به بدن صحبت کردن و یک سوالی از شما دارم. ببینید در کارهایی که ما به عنوان انسان میکنیم یکی از مهمترین چیزها مسئله سودا و نیت ماست و این خیلی مسئله مهمیه. من یه مثالی برای شما بزنم، شاید شما باورتون نشه. تمام این بحثای اینکه سالم باشین، سیگار نکشین، فلان، از این حرفایی که این روزا خیلی مده، میدونین اولین بار کی اینا رو گفته؟ خیلی جالب، یعنی در سطح عموم این در واقع پالیسی حزب نازی آلمان بوده. ولی نیت اونها چی بوده؟ شما اگر اون عکسی که رهبران متفقین در ایران گرفتن ببینین، تمامشون دارن سیگار میکشن. استالین، چرچیل و روزولت. ولی یک رهبر آلمان نازی نمیبینیم که سیگار بکشه، مطلقا نمیبینیم. حالا ولی سودای اونها چی بوده یا نیت اونها چی بوده؟ نیتشون این بوده که در واقع بدن شما متعلق به حزب نازیه و باید این رو سالم نگرش دید. ببینید چقدر در این سوداهایی که ما داریم فرق داره با اینکه یک کار، هممون یک کاری میکنیم، این کار خیلی کار خوبیه، شما از سلامتی خودتون مواظبت کنین، ولی به چه منظوری میکنین؟ اون اصل قضیه است که معمولا هم در ادیان روی در واقع نیت خیلی تاکید شده. این خواستم یه توضیح بدم در این که در واقع به این مسئله، این هم آقای ریاضتی هم توضیح دادن در مورد نیت ها و سودایی که شما برای انجام هر کار دارید. ولی سوالی که من از آقای ریاضتی دارم این است که آیا شما تفاوتی بین دین و آیین می‌بینید؟ به نظر شما تفاوت در کجاست؟ من خودم به یک در واقع یک جوابی براش دارم، میخواستم نظر شما رو ببینم. من آیین ها رو که این روزا خیلی در دنیا مطرحه، مواردی میبینم که فقه نداره، یعنی بکن مکن ادیان توشون نیست، بیشتر به اون حالت اسپریچوال میره. ادیان معمولا فقه دارن، مثل اسلام، مثلا یهودیت فقه بسیار قوی در گذشته داشته. تو شما میدونید مثلا با زنا چه رفتاری میکرد، هر به در گذشته رو میگم، این وقت اشتباه نشید. حتما ببینم که از نظر شما این حرفایی که بیشتر شما میزنید فکر کنم حرفای آیینی باشه تا دینی. نظر من، خواستم نظرتون رو بدونم. خیلی ممنون. بدای شما. اولا تشکر میکنم از قسمت اولی که فرمودین وقت نشد همین جان بگم. یکی از مشکلاتی که انسانها رو از خودشناسی، جهانشناسی، عالمبینی محروم کرده این است که اصطلاحی رو یونگ به کار میبره، من همونطور که الان دیگه واضح شده من در حقیقت تخصصم یونگیانه، روانشناس تحلیلی، analytical psychology. یونگ علت این که این مباحث رو دنبال میکنه همه جان،
چون معتقده که اون چیزی که شما بهش میگید دین، یونگ و مزلو میگفت میل به شناخت آن چیزی که شناخته نشده. خوب دقت کن، اصلا این یه بحث رو عوض کرد. یعنی و این دیدگاهیه که من دارم، یعنی علت این که شما میبینی که ادیان بالاخص ادیان سامی ابراهیمی بیشتر به اوامر و نواهی مشغولن، به خاطر اینه که اصلا بحث معنوی معنیدار بودن، به دنبال حقیقت الحقایق رفتن، شاید در حد بلوغ فردی اجتماعی نبوده و برای اینکه نظم اجتماع رو اینا حفظ کنن، حالا به هر چیزی که بوده این قوانین رو ایجاد کردن. همونطور که شما اشاره کردین، اصلا بریم قبل از موسی میبینی که اصلا به این قوانین 500 تایی که قبل از موسی بود این وارد موسی هم شد، ولی اصلا قبل از موسی اینا توجهی به دین نداشتن، میخواستن نظام رو استوار نگه دارن. حالا فرضیه‌ای که من دارم اینه، هر چقدر عرفان، فرهیختگی، جهانبینی و خودشناسی بیشتر بشه، احتیاج کمتری به قوانین داره شما، چون شما بر اساس نبوغ و انسانیت شما اون کاری رو که لازم هست میکنید. خوب دقت کنید، من باید منصف باشم حمید جان. هر چقدر زمان گذشته و این رو با خلوص و عبودیت عرض میکنم حمید جان، من این یک کتابی نوشتم الان تازه شنیدم اومد بیرون، بیش از 600 صفحه است در مورد همین موضوع، که آیا واقعا هدف ادیان باید کنترل توسط قوانین باشه، یا دین حقیقی باید ما رو به کشف من حقیقی نزدیک بکنه. و اون چیزی که البته بنده تجربه کردم و این رو با سفرهایی که به دور دنیا کردم تونستم ثابت بکنم برای خودم، این است که مردم در مقامات مختلفه فکری هستن، شعور هستن، بنابراین قوانین حداقلش لازمه. ولی دین حقیقی، دین واقعی که در بطن همه اینا بوده، این بوده که ما رو توسط این قوانین یه کانشسنسی ایجاد بکنه، یا آگاهی ایجاد بکنه که بگه حبیب لازم نیست که من به تو بگم که با حمید خوب باش، ولی این قانونه رو میذاره که یه پلی ایجاد بکنه به ما، ولی با فرهیختگی اگه آمیخته بشه از حالت قانون خارج میشه به حالت طبیعت من در بیاد. اینه. حالا نکته قشنگش اینه، یونگ میگه علت این که مردم الان به این بدبختی ها و فلاکت ها رسیدن، چون بلخص پیروان ادیان مسمنن. خوب دقت کن، این کلمه خیلی جالبه، مسمن. مسمن یعنی این که من نگاه میکنم ببینم دکتر محمد نواب چطوریه، همون کار میکنم. نواب نگاه میکنه به حمید، حمید همه ما دنبال هم میرین، بعدم از تقلیدم بعدم میاد، همیشه از تقلید بعدم میاد. مسمن یعنی خودش فکر نمیکنه، خودش بررسی نمیکنه، خودش تجزیه و تحلیل نمیکنه، خودش عالم بین نی، خودش جبیه اهل عالم رو یه هیکل نمیبینه،
پس بنابراین اگر از من میپرسی همین ادیانی که من دوباره اون چیزی که خوندم رو باید بگم، این بیان بهاءالله برای من خیلی جالبه. همین میفرماید این ظهور، یعنی ظهور من، از برای اجرای حدود و احکام ظاهره نیامده، بلکه لعجل ظهور جواهر معانی از معدن عالم انسانی ظاهر شده تا شاید، خوب دقت کنی، یه واقعی بوده، شاید انسانها فوق عرض حرکت نمایند و معامله کنند. از خودش سوال میکنن هدف شما چیه؟ میفرماین هدف اساسی من انسان شدنه، انسان سازیه. پس من وقتی اینو نگاه میکنم، و جالبه، دقت کن امید، اینم شاید جالب باشه واسه، حالا من اینو تو کتابم آوردم، این فرد میاد در کتاب احکام خودش، ببین اوامر و نواهی، میاد میگه گمان نکنی که من اومدم اینجا یه مقدار احکام بیارم واسه تو، من اومدم اون شرابی که سر به مهر نهاده بوده رو، این مهرشو بردارم. ازش میپرسن این شرابه چیه؟ میگه این قوای باطنیه که در وجود تو مستوره. اگه دقت کنی، یونگ اینو فهمید، مازلو فهمید، میگه که ببین افراد در لول‌های مختلفه هستن. همین چند درصد مردم واقعا میان به خاطر انسانیتشون قدم برمیدارن؟ آیا شما فرمودی، بنده هم زیارت کردم، لویتان وقتی که هابز انسان رو میگه یه گرگ درون درش وجود داره، وقتی که در آثار شرقی میگه انسان نهایت درجه ظلمت و بدایت نور است، شبستری، گلشن راز، لاهیجی، شرح گلشن راز، خب این گرگه رو باید یه جوری مهارش کنی دیگه. سقراط ها تا حتی کریشنا ها، بس همینی که کریشنا میگه این دین نی، ببین زیاد سوال شما رو میدم، دین نی، میگه این روش انسانیه. پس بنابراین دین چیه؟ آیین چیه؟ به نظر من اوامر و نواهی اصلا هدف دینی نباید باشه. دین مثل این قوانین فیزیک، به قول اینشتین رفیق ما میگه قوانین فیزیک فقط میخواد ما رو راهنمایی کنه که چگونه بتونیم در این عالم روابط ضروریه بین اشیا رو بفهمیم، ولی هدف خود قوانین نی. ولی اکثر مردم از این غافلن. ببخشید همیشه. خواهش میکنم، خیلی ممنون. فدای شما. خانم شهلا، خانم استی، بفرمایید. خیلی از صحبت‌های شما من لذت میبرم. فکر میکنم شما خیلی خاکی صحبت میکنی، من خوشم میاد، برای اینکه من میخواستم، به نظرم میرسه که این چیزی که شما داری میگی خیلی شبیه این برنامه‌ایه که ما داریم اجرا میکنیم، ولی ما یه چیزی که اضافه میکنیم مناجاته. شما مثل این که اون رابطه که بین خدا یا اون کسی که ما رو به وجود آورده و اون بنده مناجاته، به نظر من که مناجات برای خدا نیست، برای خودمه. بله. متوجه شدم. یک کتابی بهتون ببینید، اتفاقا این کتاب رو اگه بخونین انقدر قشنگه. من میخوام ببرمش دوم اگه اجازه بدید. من به نظر من، مثلا من وقتی که مناجات میخونم، حالا فارسیم هم خیلی بده، prayer, meditation, action, reflection, consultation,
و دو مرتبه برمیگردیم. اینه که من فکر میکنم این در حقیقت من آماده میکنه برای اون اکشن، برای اون خدمتی که من باید انجام بدم. حالا شما چه طرز فکری دارین راجع به این که وقتی من مناجات میخونم خودم رو آماده میکنم که بهتر بتونم خودم رو دوست داشته باشم، بشناسم و بهتر بتونم این خودیو که شناختم بذارم برای خدمت. ببینین هیچ چیزی ما نگفتیم که مغایر این باشه. ببینین اتفاقا اینیش، ببینین میدونین چرا من اینیشتان رو میارم بالا؟ چون من وقت زیادی صرف کردم روی این شخص بزرگوار. یک کتابی داره بخونین، Ideas and Opinion آلبرت اینیشتان. این فقط و فقط همین جان در مورد اعتقادات معنوی این فرد به عنوان یه فیزیکدان. یعنی این که دعا میخونی، دعا خیلی چیز خوبیه. دعا یعنی چی؟ دعا یعنی یه طریقی که من رو به اون قوه جهانی، کازمیک فورس، کازمیک لاو نزدیک کن. آقا این دینی نداره، خودش دینه. ببین من میخوام خیلی راحت حرف بزنم. این چیزایی که ما فکر میکنیم دینیه اینه یه اصول علمیه. مدیتیشن، ریفلکشن، اینا چیزیه که تمامش در این گیتا وجود داره. و گیتا هم به خدا اصلا به اون معنی که من و شما معتقدیم معتقد نیست. بودا به اون مفهومی که من و شما به خدا معتقدیم معتقد نی. میگن ازش، میگه هدف چیه آقا بودا؟ منو بشناسین؟ نه. میگه انلایتنمنت. میگه تو روشنگرا بشو، تو وقتی خودت روشنگرا بشی از منم بت نمیسازی. وقتی روشنگرا بشی به فکر همه هم هستی و جوهر خودت هم به عرصه ظهور میاری. اگر آوردی خداگاهی، اگر خداگاهی به خدا هم واصل شدی. دیگه بهتر از این همین کجا میخوای بری؟ ببین اینه که خدمت بکنیم. میتونی نکنی. حالا شما بخوای ایدئولوژی ازش درست کنی. ما زنده هستیم برای اینکه رفلکت کنیم، مدیتیت کنیم، ارزشیابی کنیم. به همین دلیله که باید سوال بکنیم از کارهایی که میکنیم. یه کتاب دیگه به تو معرفی میکنم، Asking Questions، بهیه نقشبانی. این فرق اتفاقا خطابش به مذهبی هاست. میگه بابا سوال کن، انقدر این بت پرستیاتو بذار کنار. هی دعا نکن یه کس دیگه واسه کار درست کنه. هیچکی درست نمیکنه. اگه میخواست درست کنه همین این بیچاره ها توی این جزیره ما رفته بوده اونجا کیف دنیا رو بکنه. نمیدونه خونهشون میسوزونه. اشکای اینا رو به تلویزیون ندیدی؟ حالا شما ندیدی، خدا چرا ندی؟ ببینین این افکار عتیقه زائله است که مردم رو از معنویات دور کرده. ما به ریلیجیس فیلینگز معتقدیم. ما میخواییم فیلینگز، این اصطلاحیه که یونگ به کار میبره، این اصطلاحیه که ادلر به کار میبره و اینیشتن مخصوصا به کار میبره. میگه ریلیجیس فیلینگز یعنی چی؟ ریلیجیس یعنی ریلیگیو، یعنی متحد بشو، یعنی به خودت بیا. این دوگانگی ها رو بذار کنار. یک پارچگی، هماهنگی، سینکرونسیتی. ای دقت کنی شعله خانم، اینا نتیجه آزمایش اعمال و فکره. کسی میتونه به اینا نائل بشه که معتقد نباشه، فقط احساس کنه، درک کنه.
وقتی احساس و درک عمیق باشه همون عمله. شما ببینید هیچ کاری برای هیچ کسی نباید بکنید به خاطر ایدئالوژی خاصی. شما به کسی دیگه خدمت میکنید به خاطر اینکه انسانیت خودت رو قوی کنید. انسانیت شما خداست. ببینین من نمیخوام بحثای زائد بکنم. چرا نیچه میگفت خدا مرد؟ God is dead. آیا این بیشعور بود؟ نه. این میگفت این خدای خرافی که شما درست کردین. خدایی که شما را از خودتون دور کرده. خدایی که به جای این که بگه تو به توبن خودت بشو، تو موزارت خودت بشو، تو گاندی خودت بشو، بهت میگه همه سرت به بالا باشه، خدایا برسون. میگه اینه که همیشه بدبختی، اینه که همیشه فقیری، اینه که همیشه ذلیلی. اگه دقت کنید علم حقیقی، روانشناسی واقعی ما رو داره به خدای حقیقی نزدیک میکنه. خدای حقیقی نه مذهبیه، نه شرقیه، نه غربیه، یک کازمیک ریالیتیه، یا به قول اریک فرام عشق. هیچ چیزی غیر از عشق بلا شرط نیست. جانم خیلی خوب، ما 10 دقیقه 5 دقیقه دیگه داریم. محمد جان شما چیزی نگفتی، یه چیزی بگو تو رو خدا. پری خادم. پری خادم. خیلی ممنون. ببخشید دوباره. جانم بفرمایید. بنده دوباره مزاحمتون شدم. می‌خواستم بگم که واقعا صحبت‌های شما اصلا قابل تقدیره. لطفاً. من همیشه به صحبت‌های شما گوش میدم، لذت میبرم. ولی می‌خواستم ببینم که من نوعی که خیلی هم دیگه قدرتی هم ندارم و پیرم شدم و زندگیم هم داره تموم میشه، آیا من نوعی که در اقلیت هم هستم میتونم یه کاری بکنم که دنیا رو نجات بدم؟ بله، اولین کاری که بابا پری خانم، اولا شما پیر خردی. نگی من پیرم. من خیلی پیرم دیگه. نه پیر خردی. ببینین انسان سنی ازش میگذره ولی همیشه میتونه شاداب باشه، همیشه میتونه امیدوار باشه. حقیقت شما فکرتونه، فکرتون هیچ موقع نمیمیره. همیشه یادت باشه فکرای مثبت نتایجش رو شما حتی شاید دور و برت نبینی ولی تأثیر داره. این مفهوم سینکرونسیتی یا هماهنگیه. این معنی اینه که اگر شما یه کار خوب انجام بدی در یه لحظه با نیت پاک، با غایت پاک، شما عالم رو تحت تأثیر قرار میدی. اگه خوب دقت بکنین ناامیدی رو باید به نو امیدی مبدل کرد. من که معتقدم مرگ وجود نداره، این جسم که نابود میشه، عشق تأثیر میذاره. شما دقت کنید پری خانم، آیا سقراط مرد؟ آیا گاندی مرد؟ آیا کریشنا مرد؟ آیا حتی پیامبرا رو مثال ببرم، عیسی مرد؟ آیا بهاءالله مرد؟ خیر. حقیقتی که اینا آوردن حقیقت عشق، حقیقت سازندگی، حقیقت بیکامینگ، شدن نبودن. این است که به نظر من شما یه کار میتونه بکنید، اونم اینه که فکرای مثبت خودت رو تشویق بکنی، بیشتر بکنی، و از همه مهمتر افراد رو به خاطر اینکه انسانن دوست بداری، نه به خاطر ایدئولوژی، نه به خاطر اینکه هدف دین باشه که اینها متفق فکری شما باشن.
نه، ما میتونیم افراد رو حتی اگر با ما عقایدشون مختلفه دوست بداریم، چون اونا رو به خاطر اینکه با ما موافق هستن دوست نمیداریم. ما میخواییم اونا رو تشویق بکنیم که بهتر فکر کنن، ولی هیچ موقع فکر نکنیم که ما بهتر از اونا فکر میکنیم. هر کدوم از ما پری خانم یک تاریک گاهی داریم در وجودمون. دوباره یونگ بهش میگه شادو، میگه یادت نره همیشه یک سایه‌ای در وجود توه. هر موقع که میخوای کار خوبی بکنی 10 عامل منفی میاد، میگه چرا این کارو میخوای بکنی. هولی وور، شهاد حقیقی، موقعیه که تو بتونی با نبوغت با اون افکار منفی ضد انسانی بجنگی. این جنگیه که ما باید واردش بشیم. اگر این جنگ ایجاد بشه، ما دیگه هیتلرها نمیان بسر، ما ولایت فقیهی نخواهیم داشت. ولی اینا پروسه است. آخرین روح الله خان رحمانی، خوش آمدین، بفرمایید. خیلی ممنون، مرسی. بحث من زیاد نی استاد، فقط میخوام عرض کنم که از تمام این مباحثی که فرمودید به این نتیجه رسیدم: در دنیا هیچ چیز تازگی ندارد، تو برو و خود را بشناس. حالا این خودشناسی شما تشریف فرمودید، من حقیقی و من مجازی. خیلی ممنون لطفتون. بله، این و چیزی که باید در آخرین لحظات عرض بکنم، این یه پروسه است، این یه جریانه، هیچ موقع بهش واصل نمیشی، بهش نزدیک میشی. امروزمون از دیروزمون بهتر باشه و فردای بهتری رو برای خودمون و آیندگانمون آرزو کنیم. با نهایت درجه تشکر از توجه شما و ممنون از لطف جناب نواب و مهمانان عزیز، تشکر از شما، شما رو به خدا می سپارم. تشکر از شما. God bless you.